در تهران ساعت 6 عصر. من محمد غلام ابوالفضل از واشنگتن دی سی با این بخش خبری با شما هستم. آمادگی خامنه ای برای توافق جدید هسته‌ای. رهبر جمهوری اسلامی میگوید در توافق زیرساخت‌های هسته‌ای باید حفظ شود. واکنش‌های گسترده به خبر آزادسازی منابع مسدود شده ایران در عراق. فعالان اقتصادی میگویند منابع ارزی آزاد شده با بدهی‌ها و کالاهای اساسی تعاطل می‌شود و دولت با خبرسازی بر بحران اقتصادی سرپوش می‌گذارد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از وضع بحرانی آب در کشور. آب در بسیاری از استان‌ها جیره‌بندی شده. کمبود آب در تهران 30% بیشتر از میزان اعلام شده است. و ادامه افزایش قیمت مواد غذایی در ایران. دولت به صورت رسمی شکر را گران کرد. نرخ گوشت قرمز، روغن و لبنیات هم بیشتر شد. سلام بر شما مخاطبان تلویزیون ایران اینترنشنال. علی خامنه ای امروز طی سخنرانی در جمع کارشناسان سازمان انرژی اتمی ایران توافق با آژانس و قدرت‌های غربی را بی اشکال خوانده، مشروط بر اینکه زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دست نخورده باقی بماند. خامنه ای همچنین خواستار حفظ رابطه و تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در چارچوب پادمان‌های این نهاد شده. او ضمن دفاع از قانون هسته‌ای مجلس شورای اسلامی خواستار عدم تخطی از آن شد. زیرساخت‌های موجود صنعتی هسته‌ای دست نخوره. الان در طول این سال‌ها مدیران و مسئولان و فعالان این صنعت کارهای مهمی انجام دادن، زیرساخت‌های مهمی رو ایجاد کردن. ممکنه در یه زمینه‌هایی بخواید توافق‌هایی بکنید، عیب نداره توافق کنید، اما زیرساخت‌ها دست نخوره. اینا خراب. خامنه ای در ادامه این دیدار از دستاندرکاران هسته‌ای و مذاکره کنندگان خواست زیر بار خواسته های آژانس نروند و ادعاها را رد کنند. این در حالی است که پرونده چند سایت مشکوک هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز است. گاهی ادعاهای خلاف واقعی و خواسته های زورگویانه ای مطرح میشه. زیر بار نرید. زیر بار خواسته های زورگویانه سازمان نره، بیستید روی مواضع خود. اونی که موظفید انجام بدید و انجام بدید، اونی که اونا زورگویانه از شما میخوان و زیربار نرید و قبول نکنید. گاهی ادعاهایی میکنن، این ادعا خلاف واقع، قبول نکنید این ادعا رو که فلان وقت شما فلان کار کردید. نه، زیرباره ادعاهای خلاف واقع اونا هم نریم. همراه هستیم با همکارم مرتضی کاظمیان از لندن. آقای کاظمیان خیلی خوش آمدید. آقای کاظمیان تحلیلتون چیه در مورد این بخش صحبت‌های آقای خامنه‌ای و رویکردش که از مسئولان هسته‌ای روبروی دوربین رسانه‌ها میگه که پاسخ یک نهاد بین‌المللی رو ندید؟ خب البته خامنه ای مثل همیشه یکی به میخ زد یکی به نل، اما جوهر صحبت های امروزش دو محور به نظر من برجسته داشت. یکی اون تاکید مؤکدش بر این که ما با سلاح اتمی مخالفیم چون خلاف دین و اسلام هست و چون موجب کشتار جمعی است. و البته همینجا من اشاره کنم که تاکید کرد که خب به سلاح اتمی، سلاح شیمیایی، هر چیزی که موجب کشتار جمعی بشه به هر شکلی، و البته نگفت که این کشتاری که صورت گرفت در جریان سرکوب خونین جنبش سبز آبان 98، جنبش زن زندگی آزادی، این چه بود. اما به هر حال تلاش کرد که یک بار دیگه به طرفهای غربی، به آژانس و البته دولتهای طرف منازعه پیغام بده که آمادگی داره برای یک نوع نرمش قهرمانانه جدید. و البته اینکه همزمان توصیه کرد و تاکید کرد که حوزه انرژی اتمی ایران پیوندش رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گفتگوهاش رو حفظ کنه و در چارچوب پادمان متعهد باشه به مقررات و قوانین، اینها همه نشون داد که به خاطر یک شرایط اقتصادی و یک وضعیت بحرانی که قطعا خامنه‌ای از اون خبر داره ولی البته در سخنرانی های عمومیش تلاش میکنه شرایط رو نرمال نشون بده، و البته به خاطر یک دست شدن بیش از پیش ساختار قدرت سیاسی در
بعد از ریاست جمهوری رئیسی طبیعتا فضا رو مهیا میبینه برای یک نرمش قهرمانانه جدید که اتفاقا در سخنرانی چندی پیشش هم دوباره اون رو تبیین کرد، گفتیم به معنای عقب نشینی از اصول نیستش بلکه به معنای یک نوع انعطافه. و این صحبت ها مکمل شنیده هایی است که در رابطه با گفتگوهای پنهانی ایران و حتی دولت امریکا شنیده میشه. آقای کاظمیان اشاره کردید به این گفتگوهای پنهانی، چقدر این نوع رویکرد علی خامنه ای پاسخگو بوده براش؟ یعنی عملا غرب خیلی ها معتقدن که داره هی عقب نشینی میکنه در برابر جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی هم با این 1% افزایش غنی سازی داره امتیازاتش رو میگیره. چقدر موافقید با این تحلیل؟ به هر حال واقعیت اینه که جمهوری اسلامی هم ابزارهای خودش رو داره برای تحمیل امتیازات یا مطالبات خودش به طرفهای غربی، از جمله اون پروژه های اتمی زیرزمینی که پیگیر اون هست، فعالیت های موشکی که داره تعقیب میکنه، همون حوزه‌ای که حتی گره خورده با حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین که باعث براشفتگی دولت‌های غربی حتی طرفهای اروپایی برجام شده. اما این وضعیتی نیست که طبیعتاً بتونه تضمین بده به طرف غربی برای اینکه وارد یک نوع معامله بشه به طور مشخص در حوزه انرژی اتمی، به ویژه که همواره محل مناقشه بوده اینکه فعالیت اتمی ایران آیا سوگیری نظامی داره یا نه، یک فعالیت صلح‌آمیز هستش. من همینجا اشاره کنم که یک سرمایه گذاری بسیار سنگین با هزینه‌های بسیار سنگین تحمیل شده به ایران که خامنه ای تاکید میکنه که این درون مایه صلح‌آمیز داره، در حالی که نشانه های متعددی خلاف اون وجود داره. و یک نکته هم اشاره کنم که جالب، خامنه ای امروز در صحبتاش خیلی تاکید کرد که انرژی اتمی کلید توسعه در ایران، در حالی که این فعالیت های اتمی توسعه در ایران رو اساسا نابود کرده و نه فقط توسعه اقتصادی و رشد نیاورده بلکه نابود کرده زیر ساخت های ما رو به خاطر این قطع ارتباطی با طرف خارجی. اما در مجموع جمع بندی کنم، تلاش میکنه خامنه ای همچنان با استفاده از فعالیت‌های زیرزمینی و البته باجدهی تا جای ممکن به طرف غربی به یک مصالحه برسه که از یک طرف به تعبیر او زیرساخت‌ها محفوظ بماند و از طرف دیگه از منافع اقتصادی ناشی از این توافق بهره‌مند بشه حکومت اقتدارگرا. سپاس از شما مرتضی کاظمیان. انتشار خبر آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران در عراق با واکنش گسترده‌ای در جامعه اقتصادی ایران روبرو شده و بسیاری از کارشناسان آن را تهاتر منابع بلوکه شده ایران در عراق با بدهی‌ها و کالاهای اساسی ارزیابی کردند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان پول بلوکه شده آزاد و خرج شد، در مصاحبه با تعدادی از فعالین حوزه واردات این موضوع را خبردرمانی و به منظور سرپوش گذاشتن بر بحران اقتصادی کشور ارزیابی کرده و تهاتر با کالاهای اساسی را روال معمول استفاده از این منابع دانسته. فعالین حوزه انرژی هم پرداخت بدهی گازی به ترکمنستان از محل منابع بلوکه شده در عراق را اجرایی شدن رأی دادگاه بین‌المللی داوری با مجوز آمریکا ارزیابی کردند. اما ساعتی پیش در گفتگو با آرش حسنی‌ها روزنامه‌نگار اقتصادی در رابطه با تناقض در اخبار و آمار ارائه شده از سوی دولت در خصوص منابع آزاد شده ارزی پرسیدم. اطلاعات دقیقی از جزئیات اتفاق و همینطور چگونگی انجام اون در دست نیست، اما چیزهایی که میدونیم این هاست. این که آزادسازی منابع بلوکه شده محوری از توافق احتمالیه، پس اجزا و همینطور اجرای اون مستلزم موافقت و چراغ سبز آمریکایی هاست. دوم این که دسترسی این اموال و دارایی ها حتما به دلار نخواهد بود به دلیل مخالفت هایی که تا امروز مقام های اقتصادی آمریکایی کردند. سوم این که تمام تلاش این هست که این آزادسازی ها نقدی و فیزیکی نباشه و در قالب بازپرداخت بدهی های ایران یا خرید اقلام اساسی و همینطور اقلام بشردوستانه مثل کالاهای اساسی، غذا یا دارو و تجهیزات پزشکی اتفاق بیفته. کما اینکه گفته شده 1.6 میلیارد دلار از منابع آزاد شده در عراق صرف بازپرداخت بدهی ایران به ترکمنستان شده، بدهی گازی ایران و بخش دیگریش هم به برای خرید کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده. نکته دیگری رو که میشه از میان کلمات و جملات مختلف مقام هایی که هم غیر ایرانی و هم ایرانی بهش اشاره کردند به اون دست پیدا کرد و تقریبا اون رو قطعی دونست، این هست که تمام تلاش طرف آمریکایی یا طرف توافق بر این هست که مقاصد و همینطور مصارف
این دارایی های آزاد شده روشن باشه. اما چیزهایی که نمیدونیم شیوه اجرای این تبادلات هست، یا اینکه اگر قرار بر پرداخت نقدی و فیزیکی این اموال هست به چه ارزی این اتفاق صورت میگیره، دینار عراق یا وون کره جنوبی یا یوان چین واسطه این تبادل هستن، یا اینکه حتی آیا این اجازه به ایران داده شده که بخشی از این دارایی ها رو به طلا تبدیل بکنه و اون رو در اختیار بگیره. اینها و جزئیات بیش از اینها در واقع نادانسته ها و اون بخش های محذوف ما از این توافق احتمالی برای آزاد شدن اموال بلوکه شده است. جمعه و همزمان با زادروز دانیال پایبندی، از کشته شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سقز، جمعی از خانواده های دادخواه به منظور همراهی با خانواده او به این شهر سفر کرده بودند. جمعی از این خانواده ها در مسیر بازگشت توسط نیروهای اطلاعات استان کردستان بازداشت شدند. در همین رابطه همراه هستیم با امجد حسین پناهی، فعال حقوق بشر از سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق. آقای حسین پناهی، از وضعیت خانواده‌ای که بازداشت شدن، خانواده دادخواه، چه اطلاعی بیشتری دارید شما؟ بله، همونطور که میدونید و اشاره کردید، دو روز پیش جمعی از خانواده جانباختگان در سنندج، دهگلان و دیواندره خب به شهر سقز و بوکان رفتن که با خانواده جانباختگان این دو شهر دیدار کنن. رفتن سقز و در گورستان آیچی بر مزار مهسا جینا امینی حضور یافتن، اونجا مراسمی رو گرفتن، یاد کردن از مهسا و تمامی جانبختگان شورش جینا و همه جانبختگان راه آزادی، و خب احتراز کردن به عملی که بر حال مدتی هستش رژیم قصد داره بعضی از گورستان ها و از جمله گور جینا رو به هر حال تخریب و یا محدود کنه. و بعد از اونش هم خب به بوکان رفتن، در اونجا به هر حال با خانواده جان باختگان از جمله شهریار محمدی و جمعی دیگر دیدار کردن، به گورستان این شهر رفتن، یاد کردن از جان باختگان این شهر که خب متابعاً برحال این رسمی هستش در کردستان، بخصوص در شورش جینا دیدیم خانواده جانباختگان در سراسر ایران از جمله کردستان همواره در کنار هم قرار گرفتن، با هم مراسم گرفتن، سوگواری کردن، درداشتون و مشترک و برحال با هم تقسیم کردن. و خب در کردستان این همدلی خیلی بزرگ و بیشتر بوده، و بخصوص از دو ماه اخیر مادران انقلاب، طیفی از مادران جانباخته در کردستان به هم پیوستن، هم دیگر رو پیدا کردن، برحال یاد کردن از عزیزانشون. و این سفر به سقز و بوکانم در همین راستا بود که متاسفانه در برگشت و موقعی که از سقز خارج میشن توسط اداره اطلاعات این شهر که دو مینوبوس و یک ماشین دیگه که بیش از 30 عضو خانواده جانباختگان در این ماشینا بودن بازداشت میشن، همگی مورد بی احترامی قرار میگیرن، بر حال به شهداشون به احترامی میشه، عکس‌ها رو ازشون میگیرن، قاب عکس‌ها رو میشکنن و متقابلا بر حال مورد احتراز هم واقع میشن از طرف خانواده ها، که ماموران وزارت اطلاعات چند نفر از جوانا که برادر جانباختگان هستن مورد ضرب و شتم قرار میدن، که نصف شب ساعت 3 الی 4 خیلی از این خانواده ها بخصوص زنا رو در بیابان های سقز و دیواندره در بین این دو شهر سرگردان بدون هیچ ماشینی و امکاناتی رها میکنن، و در حالی که از نظر روحی و جسمی خیلی هاشون رو آزار داده بودن. و متاسفانه هم اکنون 6 نفر از برادر و پدران جان باخته هنوز در بازداشت و در بیخبری هستن، از جمله 2 راننده مینوبوس هم بازداشت هستن و تاکنون هم آزاد نشدن، که این مورد احتراز و برحال مورد احتراز همه جانباختگان در کردستان و ایران هم هستش. و همین امروز هم بیانیه‌ای دادن و خواهان آزادی فوری این عزیزان شدن. در واقع میتونم بگم یعنی اینا هیچ جرمی مرتکب نشدن، در واقع این رژیم و این جمهوری اسلامی هستش که بدون هیچ دلیلی و مدرکی و در کمال صلاحیت مورد مرتکب جنایت شده، عزیزان این خانواده ها رو به هر حال ازشون گرفته، به گلوله به سرشون شلیک کرده، جان باختن، و هم اکنون هم اینا جز سوگواری و در کنار هم قرار گرفتن و
بله ممنونم شما امجد حسین پناهی. متاسفانه ارتباطمون با مهمان برنامه قطع شد. همزمان با تولد 10 سالگی کیان پیرفلک، ایرانیان در نقاط مختلف جهان با برگزاری تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی و مراسم‌های نمادین یاد او و دیگر کودکان کشته شده در اعتراضات توسط جمهوری اسلامی را گرامی داشتند. جشنواره کیان علاوه بر لندن همزمان در چندین شهر از جمله تورنتو کانادا، پورت در استرالیا، آریزونا آمریکا، کوپنهاگ در دانمارک و هامبورگ در آلمان و چند شهر دیگر تا امروز و فردا برگزار می‌شود. اما شهرهای میلان ایتالیا و بروکسل بلژیک هم یک شنبه 21 خرداد شاهد گردهمایی ایرانیان برای گرامی داشت زادروز کیان پیرفلک و اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بودند. Fa a 9 anni era un bambino intelligente che sognava un futuro di diventare un ingegnere come lui. اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که وضعیت ذخایر آب در ایران بحرانی شده و وزارت نیرو طرح سهمیه بندی آب در شهرهای مختلف را آغاز کرده. یک منبع آگاه در وزارت نیرو در گفتگو با ایران اینترنشنال از آغاز سهمیه بندی آب از ابتدای خرداد ماه خبر داده و گفته استان‌های البرز، همدان، کرمان، مشهد، اصفهان، قزوین، مرکزی و فارس با قطعی آب از ساعت پایانی شب مواجه هستند. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی این منبع آگاه، عبور از بحران آبی نیازمند کاهش 40% مصرف آب در کشور است. برای مثال کمبود آب در تهران 30% فراتر از آمار رسمی اعلام شده برای ذخایر سطح است. در همین رابطه از روز گذشته رسانه‌های ایران هم از قطعی آب در برخی مناطق تهران و مشکلات ناشی از آن برای شهروندان خبر دادند. اینم از وضعیت ما در این گرما، داریم تو پایتخت از همسایه آب قرض میکنیم. 20 خرداد 1402 اینجا محله ستارخان در تهرانه. از دیروز بعد از ظهر آب قطع شده و هرچی تماس میگیریم با اداره آب میگیم آب قطع شده، چرا بدون اعلام آب رو قطع کردین، میگن بحران آبه، همینی که هست و ادامه داره این وضعیت. هیچ پاسخی هم نمیدن که این وضعیت کی تموم میشه، فقط میگن همینه که هست. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست، ساعتی پیش گفتگویی در همین رابطه داشته با ایران اینترنشنال که با هم ببینیم. من ابتدای نکته رو بگم، معمولا همین سالها در خرداد ماه از این جور اخبار و گزارش‌ها و اینها رو منتشر میکنن به خاطر اینکه تأمین آب شرب برای حکومت روز به روز دشوارتر شده، یعنی به یک کالای اقتصادی گرانی تبدیل شده که ناچار اون رو با قیمت خیلی کمتر از هزینه تولید شده به شهروندان بده. و خب با خودشون میگن ما چرا باید مثلا یک کالایی رو که قیمتش مثلا متر قیمت واقعیش مثلا متر مکعبی 10,000 تومانه، ما باید متر مکعبی 200-300 تومان بدیم به شهروندان. هزینه خیلی زیادی رو داره و از انواع روش‌ها استفاده میکنن برای اینکه شهروندان تشویق بشن به مصرف کمتر. اینا دارید که ما داریم درباره آب شرب صحبت میکنیم، مثلا اینکه آمارسازی میکنن، آمارسازی دروغ. مثلا شما خیلی شنیدید که امسال خشکسالی بوده، بارش کم بوده، پشت سدها خالیه، در حالی که مجموعا الان ما دیگه فصل بارش رو پشت سر گذاشتیم، مجموعا ما 21% بارش کمتر از نرمال داشتیم در ایران. تا 25% کمتر رو ما نمیگیم خشکسالی، تا 25% بیشتر رو نمیگیم ترسالی و عرفا نرمال میگیم. در یک سالی که بارش نرمال رخ داده نباید کمبود آب وجود داشته باشه. این یه نکته. نکته بعد میگن که نیمی از ظرفیت پشت سدها خالیه. اصلا باید حتی کمتر از این خالی باشه، چون کل به اصطلاح مجوز اکولوژیک ما برای بهره برداری از آب‌های تجدیدپذیر در ایران کمتر از 40 میلیارد متر مکعب، نزدیک 80 میلیارد متر مکعب مخزن سد ساخته شده. اصلا چرا باید اینا پر باشه؟ در هیچ شرایطی، در بدترین ترسالی‌ها، اگه 10 سال ترسالی پشت سر هم بیاد، قرار نیست 100% مخزن سدها
پر باشه. این نکته دوم. و نکته سوم در گزارش شما بود که جاهایی که الان خیلی به قضیهشون بحرانی است و آب قرار جیره‌بندی بشه، مثلا استان البرز، مثلا استان قزوین، استان همدان، اینا نباید جای کم آبی باشن. اینها به این البرز تکیه دارن. منتها سه تا مؤلفه است که تعیین میکنه، یکی اینکه مطالبه و تقاضا است، یکی به اصطلاح زیرساخت‌های انتقال آب، یکی هم خود منبع آب، کتابی است از اقلیم و بارش رو اینها. یک چنین جایی ما که شما میید از سراسر ایران مردم رو بر این حد فاصل دشت قزوین تا البرز، کرج، اینها مردم رو سکونت میدید، ببینید که به آبی که اینها بعدن قراره بنوشن مصرف کنن، فکر کنی نتیجهش همین میشه که حتی در البرز که یکی از پرآبترین استانهای کشور هست با بیشترین به اصطلاح سدها و اینها پیرامونیش، هم شما دچار چنین وضعیتی میشید در تابستان. اما افزایش قیمت مواد غذایی در ایران همچنان ادامه دارد و بسیاری از اقلام مصرفی سفره مردم رسما توسط دولت گران شده یا در بازار با رشد قیمت مواجه شدند. گزارش‌های رسانه‌ای از بازار نابسامان گوشت قرمز و افزایش قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی به بالای 500 هزار تومان خبر می‌دهند. در همین رابطه اعلام شده دولت تعرفه واردات دام زنده را به 1% کاهش داده. قیمت لبنیات هم با تصمیم تولید کنندگان گرانتر شده و بنابر گزارش‌های رسانه‌ای قیمت تولیدات این بخش تا 30% افزایش پیدا کرده. انجمن صنایع لبنی ایران علت افزایش خودسرانه قیمت را تعلل دولت در تعیین قیمت محصولات لبنی و ضرر ناشی از این اقدام به دامداری‌ها عنوان کرده. اما بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، شکر با افزایش قیمت دوباره همراه شده و ستاد تنظیم بازار قیمت جدید برای مصرف کننده را هر کیلو 28 هزار تومان تعیین کرده. رسانه‌ها در هفته‌های اخیر از کمبود شکر در بازار به دلیل کاهش عرضه خبر داده بودند. رسانه‌های ایران همچنین از شروع گران‌تر شدن انواع روغن خوراکی و افزایش 30% قیمت برخی کالاها خبر می‌دهند. همراه هستیم با لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی از ازمیر. خانم خامنه، نقش دولت واقعاً چیست در این میان؟ انگار که اساساً بازار از دست دولت در رفته باشه در ایران. نظر شما چیه؟ بله، سلام و درود. اول که باید بگیم که خب دولت براش در اولویت نیست چنین وضعیتی رو که الان شاهدش هستیم. یعنی وقتی میبینیم که دچار بی‌نظمی‌های مالی، سیاست‌هایی که الان در پیش گرفته و نمیتونه بازار رو به طرف بازار مواد غذایی رو به ویژه، البته که باید بگیم خب فقط مواد غذایی نیست، دیگر ضروریاتی رو که برای مردم لازم هست رو مدیریت لازم بکنه و ما چنین وضعیتی رو باید بگیم که کاملا از تورم ناشی میشه، وضعیتی که امروز مردم ایران ما شاهدشون هستیم، سفرهشون داره هر روز کوچک و کوچکتر میشه. تورم 78% رو در مواد غذایی شاهد هستیم و خودش این وضعیتی رو به وجود آورده که ایران خودش به یکی از بحران مواد غذایی در ایران رو شاهد هستیم. یعنی که به ویژه این بحران داره رشد بیشتری رو پیدا میکنه. الان یه طوری هستیم که میگن 7 دهک از جامعه با سوء تغذیه مواجه هستن، خیلی از مردم در تأمین گوشت با مشکل دارن و حتی سرانه مصرف گوشت در کشور ما به کمتر از 4 کیلوگرم رسیده، در حالی که مثلا میبینیم در خود این فلسطین 90 کیلوگرمه، در کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشتر از 60 کیلوگرم هست. مصرف شیر و لبنیات کاهش پیدا کرده و دیگه مردم نمیتونن مثل قبل لبنیات رو داشته باشن. خیلی از مردم با کمبود آهن، ویتامین مواجه هستند، یا خیلی از بچه‌ها که البته بر اساس آماری که وجود داره و به نظر من بیشتر از این عدد هست، 16% از کودکان دچار سوء تغذیه هستند در ایران و این وضعیتی رو هست که ما شاهدش هستیم. و چه بسا که در استانهای محروم مثل هرمزگان، مثل سیستان و بلوچستان، کهگیلی و بویراحمد، این وضعیت واقعا شدیدتر هست و خب در رسانه ها دیده نمیشه، چون آماری از اونها استخراج نمیشه، بیرون نمیاد. و این چنین وضعیتی
در شرایطی هست که واقعا مردم مجبور هستند 70% از درآمدشون رو صرف مسکن بکنن. خب دیگه شما در گزارش هاتون هم داشتین در گزارش های قبلیتون که دیگه واقعا وضعیت مسکن به طوری هست که دیگه خانواده ها ترجیح میدن اول بخش اعظمی از درآمدشون رو صرف مسکن بکنن و مواد غذایی، لباس و اینجور نیازهای اولیهشون دفته در اولویتهای پایین و این خودش یک هشداری رو داره میده نسبت به بیماریهایی که مردم ایران به خاطر بدغذایی و به خاطر نبود مواد غذایی سالم و به عبارتی نشکم پر کن مواد غذایی که بتونه انرژی لازم رو بده و یا به عبارتی در روز 2500 کالری به فرد بده دیگه دسترسی ندارن و همه این آمارها پایین تر از استاندارد جهانی هست. ممنونم از شما لیلی خامنه‌ای، روزنامه‌نگار اقتصادی، با ما همراه شدید. از همراهی شما هم ممنونم. از طریق وبسایت ما iranintel.com میتونید اخبار و باز بخش برنامه‌های ما رو دنبال کنید. همچنین از طریق شماره تلفن 2044783000 هم میتونید صدا و تصاویر خودتون از طریق تلگرام و واتساپ برای ما بفرستید. ممنونم از همراهیتون. ساعت 7 شب وقت ایران شما باز همگشت با این بخش زنده خبر دیگه.